فیلم سوگولی با بازی ناصر ملک مطیعی و فروزان محصول سال 1349. برادر بزرگتر وقتی متوجه میشه که برادر کوچیکترش تو دام هوس رقاصه گرفتار شده، دختری رو سر راه اون قرار میده. برادر کوچیکتر به زودی شیفته دختر میشه، اما برادر بزرگتر هم عاشق اون دختر شده. دختر بعد از اطلاع از این ماجرا، برای اینکه بین دو برادر جدایی پیش نیاد، هر دو رو ترک میکنه. برادر بزرگتر که خودش رو مسئول خوشبختی برادر کوچیکتر میدونه، اون رو به دنبال دختر میفرسته. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعد داره ماشین شخصی داره، یه همچین دفتری داره که دیگه قصه ای نداره. مشکلات آدم که فقط مشکلات مادی نیست. آره. من حاضر بودم از مال دنیا بی نصیب بودم، اما هیچ گرفتاری و مسئولیتی نداشتم. ده دروغ میگی ده. دروغ میگی. اینقدر سخت نگیر، سگرماتو واکن بخم. مرا ببین، دلم غم خونه است اما صورتم گل خونه. قصه دلم ول نمیکنه، خنده لبمو. یاد میگی جونم، من اگه پولای تو رو داشتم و میدونی چیکار میکردم؟ یه مینی جوغ میپوشتم تا اینجا و دست همه دخترای شهر رو پش میبرخم. باور کن، یکم که تکه، صورتم که دریای نمکه. خدا رحم کرد که پول ندارم، وگرنه هر جا که میرفتم مرده واسه میمرده. وای وای کشته. آره بگیر آخونک برم خدمتتون. سوگلی خانم خفشین، شما که سلیقه ندارین. آقا میفهمه من چی میگم، درسته؟ بله بله درسته. اما ببینم تو چرا پولات جمع نمی کنی تا پول دار بشی؟ پول خیلی کارا بلدم، کارایی که میتونم ازش حسابی پول درارم، اما باسی که کمکم کنه. تو میکنی؟ مثلا چه کاری؟ من بلدم آواز بخونم، آوازی که اگه بشنو بیا روحت پرواز میکنه. میخوای واسات بخونم؟ نه نه نه، اینجا شرکته، صدات میره بیرون، هیچ خوب نیست. رقصم بلدم و یه چیزی واسم بزن. با چی؟ با دهنت دیگه. با دهنم که بلد نیستم. بیرم اینجا گرامافون داری؟ گرام نه، ولی یه ضبط صوت اونجا هست. خب پس راش بنداز دیگه. آخه اینجا که نمیشه. چرا نمیشه؟ من خودم میرم روشنش میکنم. کن. پس برو روشنش کن دیگه. الان محشر میکنم. فیلم سینمایی عروس پابرهنه که تو سال 1353 ساخته شده، از این قراره که با فوت اخترالملوک ثروتش به فریده میرسه که 20 سال پیش گم شده. طبق وصیت‌نامه اگه فریده تا یه ماه بعد از مرگ اخترالملوک پیدا نشه، ثروت اون به محسن برادر اخترالملوک میرسه. وکیل خانواده گلنار دختر آوازخونی رو که شباهت زیادی به فریده داره، به جای فریده معرفی میکنه. دختری که بعدها مشخص میشه همون فریده است. بخشایی از فیلم عروس پابرهنه رو با هم تماشا میکنیم. نگو جانم، خودم رو میکشم. مرد نیستی، اونم بیا بکردنه. میری توشه با این قلبا بزنم تو.
ببین خانم جان، با مرگ تو من میذارم میرم، ولی این آدم با شو نیست، این بی سواد بی سواد میماند. با مرگ عزیزی تو از قدیم و ندیم گفتن خری عیسی گرش به مکه برن چون بیاین هنوز گرم نکنین امچین، نکنین امچین، آخرش زل بابا میکنم چینو با چین. راستی معلم رقص و معلم انگلیسی گلنار هر روز میان میان یا نمیان؟ بله بله، گرچه وقت ما خیلی کمه، ولی آی از رقص و درس انگلیسی و درس پیانو غافل نشدیم. بله بله، هر روز مشغول یاد گرفتنه. بله بله، یاد گرفتنه دیگه، تنه اینم تنه. ببخشید میخواستم بگم ساعت درسش رو زیادتر کنین که اقلا وقتی با نامزدش فرهاد روبرو میشه بتونه قادشو از آفیش میشه. منظورم همون گلیمه دیگه، منتها اون ارزون تره، اون یکی. فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یه گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. آمن نکنین ما شوچ این نیزم بودمه وان بای وان، یعنی یکی یکی. خوبه این مال تو، یعنی شما، این هم مال تو بگیرسته یا خور. پس بقیهش کو؟ بقیه کجام خب دیدی خیر باشه. ما امروز شیش جانه ما یشی دادیم اینی جا علی آباده ولی آباده حسین آباده و اینی جا سرش شفیلش اینجا رو چند دفعه میشماری پرفون پنبه. راست میگه دیگه، این بسر عدد رو همیشه دوسته رو باره میکند. اینجا علی آباد، ولی آباد، حسن آباد، حسین آباد میکنند پنجا شیش کجامه. بگویدید تو استوب استوب. خب حالا بگیریم پنج جا. خب بازم که کمه. چرا؟ کشی رفتی نه که ای من؟ آخه چرا تهمت میزنی؟ نامسلمان خدا تو رو نیامرزد انشالله. آخه من لامذب اسم من بدل رفته، عجب گرفتاری شدم. فردا میری یک وجب جا میخوابی ها. هی من تهمت بزن، هی من بدبخت یتیم بچه زن خدا تو رو نیامرزد. نگاه کن من یتیم بدبخت، عشق من اینجوری در بیاری خدا، عشق من در بیاری. نفهمیدم نفهمیدم چرا این میمونه باغواش ادا اصول برای من در میاری؟ چرا لاله بازی در آوردی؟ خب حرفت بیزنه بیزنه. پولا را اینجاش قیم کرده پرگون، اونجاشم که ممنوع الوروده. واسه من یکی هیچ جا ممنوع الوروده. فیلم سینمایی گدایان تهران که تو سال 1345 ساخته شده راجب پیرزن گلفروشیه که از کودکی دخترش رو برای تحصیل به شهر دیگه‌ای فرستاده. اون همیشه وانمود کرده که دخترک از خانواده مرفه و ثروتمندیه. دختر خبر میده که با نامزدش که اون از یه خانواده متموله قصد سفر به تهران رو داره. پیرزن با کمک آشنایان و نزدیکان شرایطی رو ایجاد میکنه که بتونه واقعیت رو پنهان کنه، اما در نهایت حقیقت آشکار میشه. بخشایی از فیلم گدایان تهران رو با هم تماشا میکنیم. بیا تو که دستت لمس، تو که کوری از کجا گل از این گلای قشنگ بخر. خدا بچه های دیگه هم بعدشون بعدی فعلا خدا خداحافظ. ببین ننه، بعد از دور تو هتل افلاس میبینم. خیلی خوب پروفسور. گل از این گلای زیبا بخرین آقا، این گلا براتون شانس میاره. گل دارم گل. آیا یا بی جای گارا به من کمک کنی؟ از عشق کچر شدم. سلام پرپشون. سلام و در مار کدایی میکنی یا چشم؟ هر دوشو پرپشون. خیلی خواب هست جلسه هتل هست دیبایی، هرچی میتونیم پول جمع کنیم. خیلی خواب. راستا چی پک و لط میشم، فکرشو بکن صبح ساعت 6 تو زنان وایستدم تا حالا که ساعت 4 بعد از ظهر. راستی چند ساعت میشه؟ 6 و 4 میشه 11. فکرشو بکن آدم 16 ساعت اینجوری بشی. سلام بچه های خوب من، چشم کورم به جمال کر و لال و شل و چلاغ شما ها روشن.
خب امروز وضع کاسبی چطور؟ بردک اتفاقا پل بوشل داشتم باشه یدالله میگفتم کار ما چلاب تو هم وضعت خوب بوشل چی میخواد بگه؟ پروفسور امروز کاسبی خوب بود همه بچه ها واسه نانگولی پولا بردن با نانگولی لنده های نانگولی خود نانگولی بذاریم زمین نه پروفسور این دیگه خیلی پر روی نه جوی این مربوط به خودمونه تو بی خودی خودتو قاطی نکن باید مرد و مردونه با آخر بره شبگرد مرد لالیه که خواننده یه کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه. اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. من دست بلند کردم. نه، ولش کن. میذارم مردم بیان. دست خودت بدی ولش. موسیقی که ساختم خودم میشکنم. دیگه کارت تمومه. من آدم بدبختی هستم. هیچ وقت روی خوش از زندگی ندیدم. هر وقت فکر کردم که دارم خوشبخت میشم یه بلای سرم اومده. خدایا من تو کی بس بدبخت باشم؟ تو کی؟ همه بدبختی من واسه اینه که یه مرد بالا سرم نیست. بیچارگی واسه اینه که یه مرد باش دیوانه من نیست. تا مثل این که مرد نیستی. من بودر خب چرا معطلی؟ از خدا میخوام تو از همه دنیا باز من مهمتری. شرف تو به تمام دنیا میارزه. من یه موی تو رو به همه یه جو میدم. اصلا من تو با هم یکی